هموطنان گرامی، با درود فراوان به همه عزیزانی که در هر جای دنیا در این زندگی میکنید. امیدوارم که دلتون خوش باشه، زندگی به کامتون باشه، به دست خداوند همیشه همراه زندگیاتون باشه. خب هفته دیگر اومد، در خدمت شما اومدیم به کارگردانی آقای یاسر عزیز ما، یاسر جان که زحمت بسیار میکشه. به چون دادم شروع میکنم، اول بذار این کمکم به ما بگم، برای این تلویزیون به ما کمک کنین که این تلویزیون ما، یاسر جان که این همه زحمت میکشه، فیلم های خوب براتون میذاره، برنامه های بهتری میخواد براتون بذاره، میخواد برنامه ها رو جوری تنوع بده بهش که شما حقیقتا این تلویزیون رو با عشق نگاه بکنین. بس به ما کمک بکنین، شماره تلفنم یاسر جان میذاره براتون که به این تلفن زنگ بزنین و اگه واقعا به برنامه ما دوست دارین برنامه ما رو، کمک مالی به ما بکنین. ممنونم از همه شما، امیدوارم که دست پربرکت خداوند همیشه در زندگیتون باشه. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی قدوس. امیدوارم که خداوند بتونم آن چیزی که خواستی اراده توست، نام تو رو جلال میده خداوندا، بتونم اینجا بیان بکنم. ای خداوند، خداوندا برنامه من تحت کنترل و حمایت خودت قرار بده به قدوس، تا نام تو جلال یابه، به کلام تو به قلبها بشینه ای خداوند، تا مردم نجات پیدا بکنن، به تو خدای عزیز ما رو بشناسن، به تو منجی عالم رو بشناسن. ای خداوند، خداوندا شکرت میکنم برای یک وقت دیگر، به نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان شمالی، شما چطورین؟ امیدواریم که خوب باشین. تصویر ما این دفعه پشت بکران ما هم عوض شده، چون ما مای تولد عیسی مسیح منجی عالم، مای پر از برکت و رحمت خداوند، که ما همه ایرانی ها دست نیاز ما رو به سوی منجی دراز بکنیم که تا خداوند رحمتش حقیقتا در ایران باشه، چون ما الان احتیاج داریم که خداوند دستش در ایران باشه تا ما رو کمک بکنه، تا از این ظلم و ستم این آخونده بیرون بیاییم. امیدوارم که امسال سال آخرشون باشه به نام عیسی مسیح. بذارین شعری که برای خداوند ما سرودم، برای به دنیا آمدن عیسی مسیح منجی عالم، میگه منجیم آمد به این دنیا، چی خوش آمد. روشنی بخشید و زیبا، چی خوش آمد. نور عالم شد هویدا، منجیم چی خوش آمد. شادی ها آورد به این دنیا، چی خوش آمد. آنکه منجی را بدید و شادان، چی خوش آمد. کرد دنیا را به نور خود روشن، چی خوش آمد. دست زنید، شادی کنید، منجی چی خوش آمد. دست پا کوبید و برای منجی ما، چی خوش آمد. کرده زیبا این دنیا را، چی خوش آمد. چقدر زیبا بیامد و منجی ما، چی خوش آمد. دست زنید، شادی کنید، منجی چی خوش آمد. شکر حمد گویید به این منجی، چی خوش آمد. خب کریسمس منجی عالم، ما به این دنیا آمد، واقعا خوش آمد به این دنیا. امیدوارم که خداوند هر چی زودتر ظهور بکنه که همه ما از این گرفتاری این دنیا راحت بشیم. آمین. درد دل زیاده، گرفتاری ایرانی زیاده، تر ایران همه چی در خط گرفتاری ها میره. شما نگاه بکنین ریلی که برای ما گذاشتن، این قطاره هر لحظه امکان داره سقوط بکنه، هر لحظه امکان داره گرفتاری پیش بیاد. کلن ایران روز خوش فعلا به خودش داره نمیبینه، چون اینقدر این ملایان، اینقدر دزدو، اینقدر دیگه جنایتکارن، دیگه واقعا دنیا از دستشون داره به تنگ میاد. دنیا، نه ما ایرانی ها فقط،
چون برای که همه جاری اینا دارن خرابکاری میکنن. این همه مردم ایران، بچه های ایران بی سرپناه هن. مردم زلزله زده بی سرپناه هست. این همه بدبختی و بیچارگی در چهار گوشه ایران هست، اینا دم از یمن میزنن، بچه های یمن میزنن، آدم های یمن میزنن، آدم های فلسطین میزنن، آدم های لبنان میزنن، آدم های ونزوئلا میزنن، همش سنگ دل یه نفر دیگر دارن میزنن. یا غم غمشون اینه که تمام پولای ایران رو بردارن ببرن کربلا سوریه بیزنن روی یک مثلا قبر که معلوم نیست چیه. تمام پولا رو اینجوری دارن، هر روزم داره دزدی میشه. هفته پیش هم 15 میلیارد یورو دزدیده شده رفته. یعنی شما هر روز خودشون تازه اعلام دارن میکنن اینا رو. حالا چی اونایی که اعلام نمیکنن، ببین چقدر دیگه اینا دارن میدزدن. خودشون چیزایی که اعلام میکنن به این رقمه، هر روز دزدی. شما به خاطری که اینا دزدی بکنن، شما نگاه بکنین خوشسالی به ایران، چرا خوش اینقدر آب نداره ایران؟ برای اینکه سدسازی هایی که اینا میکنن، ما 30 تا سد داشتیم اون موقع، الان 1330 تا داریم سد. برای اینکه اینا فکر میکنن هر جایی که بارون میاد آب داره میره بیرویه، اونو باید اونجا سد درست کرد بیان. آقا زمین همه جاش به آب احتیاج داره، اون چیزی که اضافه از خودش میاد برای رودخانه و چیزهای دیگه. شما نمیتونید تمام هر جایی که آب میگه بخاطر که آب بیرویه داره می نخه، شما سدسازی های بیرویه داره میکنین. خوشسالی اومد جایی که آب میاد شورزار، شور آب میاد، شما اونو میگیریم میفرسین طرف کشاورزی. خب این شور آب شور تمام کشاورزی رو نابود میکنه. بخاطر که میدونی چرا این کار میکنن، مهم برایشون سدسازی و آب و کشاورزی نیست که، مهم اینه که یک پروژه بگیرن روش دزدی بکنن. فقط فقط مسئله اینا دزدی پول مردم خوردن و پول این ملت رو داغون کردنه. ما هم نشستیم اونجا میگیم چی باید بکنیم، چرا اینجوری، چرا اونجوری. امروز من چند تا چرا چرا نوشتم. شما نگاه بکنید، مثلا ماهیگیری در جنوب داره همینجوری ماهی ها رو میگیرن. میگن در عمق 200 متری ما هیچی نداریم، مثلا دستگاهی نداریم که صیادای ما برن تو عمق 200. اونا به اونایی دادیم که اجاره دادیم که میتونن، در صورتی که صیادا میگن آقا در عمق کم هم اینا دارن میان جارو میزنن. این از صیادیش، اون از دریای خزرش که داره میده، اون از دریاچه ارومیه که داره خشک میشه، اون از زاینده رود که داره خوش شد، اون از کارون که خوش شد. اینا این همه 1330 تا صد درست کردن چی هست اینا؟ یا به قول رفیق ما فقط حرف میزنن، به قول یاسر جان میگه که توی مجلس ایران دم از فئودالیسم میزنن، میگن نمیدونم کردستان چهار تا کشور رو، ملت کردستانو، ملت کردستانو، ملت گیلانو، ملت خوزستان چیه؟ ما بایستی زنجیروار یک ایران باشیم. ایران اگه تیکه از ایران بره، ببین اینا از دوست دارن که تیکه از ایران بره، اینا همیشه بتونن ایرانو تو سرش بزنن. در صورتی که ایران قدرتش در اینه که گیلان و مازندران و آذربایجان و نمیدونم خوزستان و سیستان، بلوچستان، کردستان همه با هم باشن. ما نشستی میگیم چرا دریای ارومیه نابود شد، چرا جنگلا رو از بین بردن، چرا آب کارون خوش شد، چرا زاینده رود خوش شد. یه چرا 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 چرا، فقط نشستی میگیم چرا این چیز چرا اون شد. این چرا یه دونه بالاخره نمیتونیم یک خودمون یک عملی انجام بدیم از این چراها دنیا بیرون بیایم. یا مثلا فقط میریم مثلا فیلم میگیریم از زایندرود، مثلا یا خوش شده ببینین زایندرود خوش خود. چی باید بکنیم ما که 40 سال داریم میبینیم اینا
هر دقیقه دارن زایند رود و ارومیه خوش و جنگلای آتش میزنن برای اینکه اون جنگل رو بخورن، تمام چوباشو ببرن بفروشن. یا مثلا همین کارمندای محیط زیستو یا دانشمندای محیط زیستو، همین چه یه ماه پیش بود گرفتن همه رو کشتن، 6-7 نفر رو. تو کردستان 2 نفر رو گرفتن کشتن، توی ماشین گذاشتن بعد آتیش زدن ماشین. یعنی اینا روز خوش به هیچ ملت ایران که نمیدن، چی به ملت دنیا روز خوش نمیدن. اینا برای نابودی اومدن. ما چی باید بکنیم؟ ما الان ما چی میتونیم بکنیم؟ یعنی همینجوری باید منتظر بشینیم که اینا همه چی ما رو نابود بکنن؟ آخر یک دونه کشوره که نابود شده کامل باشه تو دست ما بیزارن؟ شما نگاه بکنین که این کشور خدا چقدر برکت داده به این کشور که هر روز این همه اختلاس میشه، این همه دزدی میشه، چپاول داره میشه، باز خداوند اینقدر برکت داد به این کشور، باز وضعش خوبه. اگه اینا برن، شما یک لحظه فکر بکنی، اگه اینا برن با این همه پول، با این همه ثروتی که ایران داره، ببین ایران در عرض 5 سال چی میشه. شما یک لحظه فقط فکر بکنین ایران آینده ای که بعد از 5 سال چی بهشتی میشه. فکر بکنین مثلا توریست ها همه بیان وزیت بکنن ایران، و این انسانای ایرانیایی که تحصیل کردن رفتن بیرون، اینا همه با این سواد و با این کارایی خودشون بیان تو ایران، ایران متحول بکنن. میدونی چقدر کشور ما عزیز میشه؟ الان کشور ما در بین 180 تا کشور رتبه 179 داره، از آخرین ما همش، کشوری که این همه ثروت داره. نشینیم اونجا هی بگیم چرا اینجوری شده، چرا زایندرود خوش شده، چرا نمیدونم فلان شده. اینا کاربلد نیستن. الان که آمریکا فرزندان اینایی که دزدی دارن میکنن میفرستن، با پول دزدی بچه‌هاشون رو تو امریکا تصمیم گرفته با اون نامه‌ای که مردم نوشتن به مجلس و سنا که اینا رو بیندازه بیرون. چطور ملت ایران این همه بدبختی بکشن؟ منی که اومدم اینجا تو ایران دستم به دهنم میرسید، اومدم اینجا از صفر شروع کردم و با بدبختی و بیچارگی اینقدر کار کردم، من همه ما ایرانی ها که اومدیم بیرون از دست این رژیم، اومدیم بیرون زحمت کشیدیم تا خودمونو بالا کشیدیم. چطور اون فرزندان شما با پول دزدی بیان اینجا با در ناز و نعمت هم درس بخونن هم زندگی بکنن از با پول مردم؟ میدونی چی بدبختی هایی دارن ملت ایران میکشن در بیرون از ایران؟ خیلی الان اونجا هستن جوونا عشقشون اینه که بیان از ایران بیرون، بیان تا یه کشور خارجی زندگی بکنن. بله همه چیش خوب اینجا، ولی باید اینجا اینقدر بودوی، چون کشور ما که نیست. اگه کشور من بود که من تو کشورم اگه اینجور میدویدم که کشور ما آباد میشد، اگه همه ای ما اینجوری میدویدیم. کشور ما کشور خیلی خوبیه، از هر نظر که شما بخواین کشور ما خوبه، منتها فقط ما بایستی یک دونه همت کوچیک بکنیم. همه ای ما یک قدم ورداریم بیایم تو خیابون، همه ای ما 50-60 میلیون آدم همه بیاییم توی خیابون. اینا وقتی بینن 60-70 میلیون آدم، 50 میلیون آدم اومده بیرون، خودشون میرن. میدونین چند میلیون آدم بر 85 میلیون دارن حکومت میکنن؟ 200 میلیون آدم. اینا که هم ایران دارن میدوزدن، دارن پارو میکنن میبرن.
ما 82 میلیون آدم نشستیم فقط نگاه میکنیم میگیم چرا اینجا اینجوری شده، چرا اونجا اونجوری شده، چرا دریای خزر رفت، چرا کارون خوش شده، چرا زاینده رو، چرا ارومیه داره خوش میشه. این همه زلزله اومد، اینا هیچ کاری تا الان انجام ندادن، بعدن سنگ به سینه مردم یمنی میزنن، جنگی که خودشون را انداختن، برای بدبختی که خودشون برای مردم یمن آوردن، بدبختی که ایشون جمهوری اسلامی برای سوریه آورده، 5 میلیون آدم آواره کرده، کشورشون آواره شده، 5 میلیون آدم. ببین 7-8 تا کشور دوز در دنیا هستن که دارن همینجوری که کشور رو با ملت خودشون داغو میکنن: روسیه، چین، ایران، ونزوئلا، سوریه، یمن. یه 7-8 تا کشورن که میخوان بدزدن، دارن مردم خودشون نابود میکنن با کشور خودشون. ولی من میخوام امروز از خداوند کمک بگیرم، چون تولد عیسی، این ما مای تولد عیسی مسیح به ایمان دارم، مای پر از برکت و رحمته که خداوند دستش در ایران باشه. امروز دعا میکنم که دست عیسی مسیح، امروز دعا میکنم به نام عیسی مسیح، از پدر آسمانی میخوام که ایران ما رو هر چی زودتر نجات بده، از دست این ظالما ما رو آزاد بکنه. امروز دعا میکنم به نام قدوس عیسی مسیح، این آدمایی که اینقدر ظلم میکنن، خداوند اینا رو ورداره، از ایران ببره تا ملت ایران یک نفس راحتی بکشه. امروز دعا میکنم از تای دلم و از در نام عیسی مسیح میخوام که حقیقتا خداوند هر چیز زودتر اینا رو، جمهوری اسلامی رو نابود بکنه تا ملت ایران یک نفس راحتی بکشن. من ایمان دارم، در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. از متی امروز براتون میخونم، از متی 1 که تولد عیسی مسیح خداونده. با اجازه آب بخوریم. میگه واقعه تولد عیسی مسیح به شهر زیر: مریم مادر عیسی که در عقد یوسف بود، قبل از ازدواج با او به وسیله روح القدس آبستن شده. مریم در خانه بود که جبرئیل میاد میگه که تو توسط روی خداوند حامله هستی و بچه دنیا میاری که اون نجات دهنده عالمه، چون پدر کسی انسان اونو تاج نکرد بلکه خدا اونو تاج کرد، رحیمشو خداوند تاج کرد. یوسف میگه که سخت پایبند اصول اخلاقی بود، بر آن شد که نامزدی خود را برهم بزند. چون اون موقع شما فکر بکنید در یک دیکته‌ای، در یک شهر خیلی کوچیکی، یه دختر و یه پسر نامزد میشن، بعدن به نامزد مثلا بگه که، دختره بگه که من از طرف خداوند حامله شدم، اصلا با عقلش جور در نمیاد، اصلا قبول نمیکنه، هیچ کس قبول نمیکنه در اون شرایط. حالا مسئله ای نداره، الان دیگه همه دخترها پسرها همه دیگه با همن، ولی اون موقع وقتی این خبر باعثی میرسون به چقدر سخت بود برای مریم، چقدر سخت بود برای یوسف که قبول بکنه. نامزدی خود را برهم بزند، اما در نظر داشت این کار را در خفا انجام داد تا مبادا مریم بی آبرو شود. چون اینقدر مریم رو دوست داشت، میخواست که نامزدی خودش به هم بزنه، فکر میکرد که مریم مثلا با کسی خوابیده، مثلا آبستن شده، باور نمیکرد که روی خداوند مریم رو آبستن کرده. به خاطر همون میترسید،
هم میترسید، هم دوستش داشت، هم نمیخواست جدا بشه، هم میترسید که آبروی اون بره. به خودش حسب کردنش براش خیلی مشکل بود، برای همه اون موقع مشکل بود. او غرق در این گونه افکار بود که به خواب رفت و در خواب فرشته ای را دید که به او گفت: یوسف پسر داوود، از ازدواج با مریم نگران نباش، کودکی که در رحم اوست از روح القدس است، یعنی از روی خداوند. او پسری خواهد زایید به تو، نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهی نهاد، چون اون قوم خود را از گناهانش خواهد رانید. این عهد جدید. خب در عهد قدیم در اشعیای نوام همچین خداوند به وسیله نبی خودش پیشبینی ها رو به مردم گفته بود، اطلاع داده بود. میریم به عهد عتیق، اشعیای نو، اونو میخونیم ببینیم خداوند در عهد عتیق چی گفته بود. تمام یهودی ها اینو میدونستن، عهد عتیق میخوندن، ولی باز انسان ها به عقل خودشون همیشه تکیه میکنن. در اشعیای نو میگه اسم او عجیب خواهد بود، اسم عیسی مسیح. میگه زیرا فرزندی برای ما دنیا آمده، پسری به ما بخشیده شده، او بر ما سلطنت خواهد کرد، نام او عجیب و مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی خواهد بود. این عهد عتیق داره اطلاع میده به مردم. اونایی که عبری بودن، اونایی که یهودی بودن میدونستن اینو، ولی باز باور نکردن. تا اینجا میخونیم، میریم یه سرود گوش میدیم، برمیگردیم به شما. مسیحا با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم، می ستایمت مسیحا با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم، با شکوه و جلالی صد درود بر نام زیبات، ملکوت آسمونی با شکوه زیر پاهات، صد درود بر نام عیسی، صد جلال بر تو خداوند، پر کن از روح خداوند تو مسیحای دربند، صد درود بر نام جلال بر تو خداوند، پر کن از روحت خداوند تو مسیحای دربند، ای برادر گدا باش برای کشور ایران، واسه عاشقای دربند تو دعا کن از دل و جان، همه ما در دعایی واسه ایران و کلیسا، همه ی کشورمون رو میسپاریم به دست ایسا، صدای شما باش به خدا بندن مسیحا، روح پاکت رو خدا بند تو بریزان بر سر ما، واسه ایران در دعایی با
کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راهه، واسه ایران در دعاییم، با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راهه. درود بر نام عیسی، سجده بر تو خداوند، پر کن از روحت خداوند، تو مسیحای دربند. درود بر نام عیسی، سجده بر تو خداوند، پر کن از روحت خداوند، تو مسیحای دربند. معرفی عیسی مسیح نجات دهنده عالم بشریت داشتیم. عیسی مسیح، تولد عیسی مسیح داریم صحبت میکنیم و داریم میخونیم که عیسی مسیح چجوری شد. عهد جدید و یه مقدار خوندیم تولد عیسی مسیح چجوری مریم آبستن شد به توسط روح القدس و در اشیای نو آمده که عیسی مسیح اسم او عجیب خواهد بود. اسم خدا رو داره معرفی میکنه که کسی میاد به نام عیسی مسیح، به نام خدای مشیر، پدر جاودانی، سرور سلامتی، همه اینا اسمای خداونده که اینجا به ما داره میگه. اگه این یهودی ها اینو میخوندن همشون، یا اونایی که خاخان ها بودن، اونا دیگه معلم بودن که اونا میخوندن، ولی اونا باور نمی کردن. چون کار خداوند عظیمه. میگه نام او عجیب، او بر ما سلطنت خواهد کرد. نام او عجیب و مشیر، خدای قدیر، پدر جاودانی و سرور سلامتی خواهد بود. او بر تخت پادشاهی داوود خواهد نشست و بر سرزمین او تا ابد سلطنت خواهد کرد. پایه حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت و گسترش فرمان روایی صلح پرور او را انتهایی نخواهد بود. خداوند قادر متعال چنین اراده فرموده و این را انجام خواهد داد. در اشیای نو، زمان قدیم، یعنی شاید بگم 800-900 سال قبل از عیسی مسیح بود. بعد میایم دوباره به متی 1، میگه او غرق در این، یعنی یوسف، میگه غرق در این گونه افکار بود که به خواب رفت و در خواب فرشته ای را دید که به او گفت: یوسف پسر داوود، از ازدواج با مریم نگران نباش، کودکی که در رحم اوست از روح القدس است. او پسری خواهد زایید و تو نام او را عیسی، یعنی نجات دهنده، خواهی نهاد. که نام او عجیب، خدای مشیر، اینجاست که اونجا در عهد عتیق گفته بود بهش، به مردم دنیا گفته بود که یک روزی پسری به دنیا خواهد آمد که خدای قدیر، پدر سرمدی به اسم. الان اینجا میگه عیسی یعنی نجات دهنده عالم. میگه معرفی عیسی، من همینجا که داشتم اینو میخوندم چند تا شعر اینجا نوشتم. میگه مسیح نور نجات من، مسیح آب و حیات من، مسیح شاه و مسیح سرور، مسیح عشق وجود من، مسیح نور جلال آدمیان،
مسیح مرهم زخم همه پیر و جوانان، مسیح صاحب، مسیح عاشق، مسیح خدای بخشنده پر از رحمت. اینو داشتم میخوندم، اینو خداوند تو دلم آورد، اینجا نوشتم روی کتاب مقدس. برای میگه نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهی ناد، چون او قوم خود را از گناهانش خواهد رانید. عیسی مسیح نجات دهنده اومد که گناهای من و شما را پاک کنه، تا ما دیگر به چوب و به گنبد و به مرده نریم دست دراز بکنیم، بلکه فقط به نام عیسی مسیح میتونیم از گناهای خودمون توبه بکنیم و بخشیده شیم. فقط در نام عیسی مسیح بخشش هست که میتونی تو از گناهانت نبری، مثلا 100,000 تا روزه بگیری، 100,000 تا نماز بخونی، نمیدونم فلان کار بکنی. از اعمال ما نمیشه، اعمال ما هر قدرم که ما اعمال خوب انجام بدیم باز این عراف میکنیم، باز نمیتونیم اصلا اعمال خوب انجام بدیم. از اعمال ما نیست، بلکه ما احتیاج داشتیم که نجات دهنده عالم بیاد ما رو نجات بده، که ما به نام عیسی مسیح از گناهان توبه کنیم و بخشیده شیم. همین به این راحتی. خیلی سخته؟ فکر نکنم خیلی سخت باشه. من امروز اعلام میکنم عیسی مسیح خداوند، ایمان دارم که تو برای گناهان من به این دنیا آمدی، و ایمان دارم که به خاطر من روی صلیب رفتی، مردی و غرقب رفتی و بعد از 3 روز زنده از غرق بیرون آمدی. همین، تو رو به قلبم دعوت میکنم که امروز خداوند و نجات دهنده من باشی و از گناهانم توبه میکنم و از تو میطلبم که منو ببخشی. دست همین، در نام عیسی مسیح آمین. دیگه نمیخواد این اعمال و فلان و اینقدر این طرف اون طرف سر ما رو بزنیم که بتونیم. و بعد از اون وقتی این دعا رو میخونی، خداوند، روی خداوند میاد به درون تو. خدا رو دعوت کردی میاد. خدای جلتلمنیه، خدایی نیست به زور بیاد، خدایی نیست مثل خدای دیگر گردن تو رو بزنه به زور بگی بیا منو پرستش بکن. نه، برات انتخاب میذاره، چویس میذاره که تو انتخاب بکنی. و این همون پیامی است که خداوند قرنای قبل به زبان نبی خود اشیا فرمود بود، که الان براتون خوندم. اشیای 9 بنگرید، دختری باکره آبستن خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد که او را ایمانوئل خواهند نامید. ایمانوئل به عبری یعنی میشه خدا با ماست. چون یوسف بیدار شد طبق دستور فرشته عمل کرد و مریم را به خانهش آورد تا همسر او باشد، چون باور کرد که فرشته خداوند اومده و میدونه که عیسی در این موقع، عیسی مسیح از خداوند، از روی خداونده که در رحم مریم است. به این پیام آورد که این دلش قوی بشه، که بفهمه که این حاملگی مریم از روح القدسه، پدر انسانی نداره. اما او با هم بستر شد تا هم همسر او باشد، اما با او هم بستر نشد تا وقتی که او پسرش را به دنیا آورد. یوسف او را عیسی نام نهاد. میگه ستاره شناسان در جستجوی عیسی، اون روزهایی که عیسی مسیح میخواست دنیا بیاد، ستاره شناسان و مجوسیانی که بودن، چند تام دو تام از ایرانی ها بودن که این ستاره رو
تعقیب کردن تا ببینن که این نجات دهنده عالم کجا دنیا میاد. اون موقع بله ایرانی ها بعد عیسی مسیح که دنیا اومد باور داشتن چون خداپرست بودن. و بعد اینکه بعد از که عیسی مسیح روی صلیب رفت خیلی ایرانی ها به مسیح ایمان آوردن اون موقع. ولی بعد اسلام اومد همه رو غلغم کرد، همه رو زد به زور، همه رو به اسلام آورد. عیسی در زمان سلطنت هیرودوس در شهر بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. در آن هنگام چند معبود مجوس ستاره شناس از مشرق زمین که همون از ایران و اطرافش باشه اورشلیم آمده پرسیدن کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد. پادشاه عیسی مسیح زمینی نبود، پادشاهی آسمانی بود. نیومده بود که پادشاهی زمین بشه. به خاطر همون یهودی ها همیشه فکر میکردن که بله این پادشاه اومد، خودتو معرفی بگون، مسیح هستی، برای ما معجزه بگون و پادشاهی بگون، رومی ها رو بینداد بیرون. نه، پادشاهی خداوند برای زمین نبود، بلکه برای نجات انسان ها آمده بود و پادشاهی آسمان بود، پادشاهی تمام کهکشان بود. خداوند در جسم ظاهر شد، روی خداوند بود که در رحم مریم دمید. به عیسی مسیح روی خداوند داشت، پدر انسانی نداشت، خداوند در جسم بود. دیدین در اشیا و نام و عجیب و از بعد میگن نام او را ایمانوئل، یعنی خدا با ماست نامیدن. کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود گردد؟ ما ستاره او را در سرزمین های دوردست شرق دیده ایم و آمدیم تا او را بپرستیم. میدونستن اینا که اون نجات دهنده عالم بایسی هدیه بیارن، طلا و جواهر بیارن و پرستش بکنن. خداوند اونا رو فرستاد. میدونی چرا؟ برای اینکه عیسی مسیح رو بردن در شبی که میخواست زایمان بکنه مریم، جا نداشت اصلا، خونه ای نبود، مسافر خونه ای نبود که اینو جا بدن. عیسی مسیح رفت در آخور، در به قول ما چیز طویله گوسفندا، جا دیگه نداشتن که. اونجا یه جایی رو درست کردن برای قشنگ که اونجا بخوابه، چون همین درد داشت، بچه داشت دنیا می اومد. این خداوند ما تو فردا نگی که این خداوند اگه از درد ما آگاه نیست، از هیچ چی ما آگاه نیست. خداوند حتی در دنیا آمدن هم در جایی بود که گوسفندان اونا بودن. خداوند اینجوری دنیا اومد که بگی که من از درد همه شما، حتی در آمدن من به این دنیا جا به من ندادن که جای در قصر باشه. وقتی این مطلب به گوش هیرودوس پادشاه رسید سخت پریشان شد. هیرودوس فکر میکرد که پادشاهی میاد که مملکت پادشاهی زمینیه و میخواد پادشاهی اینو بگیره. تمام مردم اورشلیم نیز ماجرا آگاهی یافتند. او تمام علمای مذهبی قوم یهود را فرا خواند و از ایشان پرسید طبق پیشگویی پیامبران، که یعنی باعث اینا میدونستن که در اشیای نبی، در اشیای نبی در باب 9 همچین چیزی گفته، پیشگویی شده بود، باید اونا میدونستن. به خاطر همون اومد از اینا پرسید که طبق پیشگویی پیامبران مسیح در کجا به دنیا آید. ایشان پاسخ دادن باید در بیت لحم متولد شود، همون جایی که به دنیا اومد. همه اینا رو میدونستن این خاخاما، ولی مثل ملاهای ما این امروز چجوری هست؟ برای مقام و قدرت خودشون، برای موقعیت خودشون همه چی رو زیر پا میذارن. اونا هم همینجوری بودن اون موقع. وقتی مذهب که میاد اینجوریه، وقتی تو آدم دینی و مذهبی میشی
اینو بکن، اون کار نکن، اونجا رو بپرس، اونجا رو بوس بکن، اونجا رو فلان بکن، میشه همین. آزادانه نمیتونی خدا رو پرستش بکنی. ببین من الان دعایی که خوندم اول، عیسی مسیح رو به قلبت میاری، از گناهات رها میشی، پاک میشی، از این به بعد دیگه سالم زندگی میکنی که تا در مقابل این خدا در آسمان بتونی وایسی بگی خدایا من از اون ساعتی که اعلام کردم به نام تو قصه تعمید گرفتم و تو رو دعوت کردم به قلبم، دیگر از اون موقع پاک زندگی کردم. خدا که عمر میبینه، حتی من خودم شاید از خودم خبر نداشته باشم، از درون من خدا همه چی رو خبر داره. در بیت لحم متولد شود، زیرا میکای نبی چنین پیشگویی کرده است: ای بیت لحم، ای شهر کوچک در یهودیه، دیگه بی ارزش نیستی، زیرا از تو پیشوای ظهور خواهد کرد که قوم بنی اسرائیل را رهبری خواهد نمود. آنگاه ببین هیرودوس چی کرد. آنگاه هیرودوس پیام محرمانه برای مجوسیان، اونایی که از ایران و از شرق اومده بودن، برای اونا داد، میخواست بفهمه که بینی این پادشاه کجا دنیا میاد، که این پادشاه بعد بزرگ بشه پادشاهی خودشی بگیره. اینجوری فکر میکرد برای خودش. محرمانه برای مجوسیان، ستاره شناسان فرستاد و از ایشان خواست تا به ملاقات او بیایند و به او اطلاع دهند که اولین بار ستاره را در چه زمانی دیدن. خب مجوسیان خاص پادشاه بود، اینام رفتن. پس به ایشان گفت به بیت لحم بروید، به دنبال آن طفل بگردید، یعنی برین اونجا بگردید ببینید که در بیت لحم کی دنیا میاد، که میخواست ببینه که بره اونا رو غلغم بکنه، مثلا این پادشاه رو بکشه به قول خودش، که نیاد فردا پادشاهی اینو بگیره. آنگاه نزد من بازگشته به من خبر دهی تا من نیز بروم او را بپرستم. در صورتی که اینجوری نبود، میخواست بره که اونو بکشه که مبادا که پادشاهی اونو بگیره. ولی عیسی مسیح نجات دهنده عالم بود. هیرودوس که هیرودوس پدر جدی هیرودوس هم نمیتونست هیچ کاری بکنه. پس از این گفتگو ستاره شناسان به رای خود ادامه دادن. ناگهان ستاره را دیدن که در پیشاپیش آنها حرکت میکند. ستاره داشت حرکت میکرد، اینا رو راه رو نشون میداد که کجا باعث این طف دنیا بیاد. تا به بیت لحم رسیدن، بالای جایی که کودک در آنجا بود ایستادن. ستاره شناسان از شادی در پوست نمیگنجیدن. اون شب وقتی عیسی مسیح دنیا اومد، تمام فرشتگان اومدن، اونایی که داشتن شبانی گوسفندان میکردن، اونا همه فهمیدن، فرشتگان دیدن، اومدن عیسی مسیح رو دیدن. بعد این ستاره شناسان رفتن پیش مریم، وارد خانه شدن که کودک و مادرش مریم در آن بودن، پیشانی به خاک نهاده کودک را پرستش کردن. اون کودک عادی نبود، بلکه روی خداوند بود که در جسم آمده بود که نجات دهنده عالم بشه. این دینای کاذب که میبینی ساخته شده، همه از شریره که بتونه ما رو از خدا انحراف بده، نذاره که ما خدا رو بشناسیم. اگه هر کس خدا رو شناخت، نمیره دست به اعمال زشت بزنه. کسی که خدا رو شناخت نمیره اعمال تروریستی انجام بده. در فرانسه مردم به خاطر گرانی بعضی اجناس بنزین اومدن تظاهرات کردن و جلیق زردها معروف شدن که خیلی هم خسارت به بار آوردن، یعنی حقشونو میخواستن. ملت ایران که این روز از همه طرف دارن داغون میشن، نمیان بیرون حقشونو بخوان، یک قدم نمیذارن جلو که 50-60 میلیون آدم بیان اینا رو بندازن که نفسی راحت بکشن، خودشون زندگی خوبی داشته باشن.
بعدن در این مابین یک آدم حزب اللهی مسلمان افراطی اومد اونجا، هم اسلحه کشید هم الله و اکبر، دو نفر کش، 12 نفر هم زخمی کرد. وقتی از خدا ما دور میشیم، دینهای آمدن که ما را از خدا دور میکنن، افکار ما را خراب میکنن، چون شریر در افکار ما رخنه میکنه و نمیذاره ما خدای حقیقی رو بشناسیم و به اون ایمان بیاریم تا رای راست رو بریم، نه مذهبی بشیم نه دینی بشیم. افکار ما رو باز میکنه خداوند عیسی مسیح. حتی من نمیدونم اون موقع یهودیا، اون خاخاما میگفتن که چرا شاگردای شما روزی نمیگیرن، چرا میخورن، ما هفته دو روز روزی میگیریم. اینا همه اعمال مذهبیه، ما رو به جایی نمیرسونه. ریاضت کشیدن ما رو به جایی نمیرسونه. ما باید افکار و دل ما رو پاک کنیم و با خدا که واقعا محبته و میخواد به ما محبت بکنه و رای زندگی رو نشون بده، اون خدا رو پرستش بکنیم. اینه که تولد عیسی مسیح برای ما عزیزه، چون تولد عیسی مسیح تمام مردم دنیا رو نجات میده با آمدن خودش، چون سرور سلامتی است، خدای مشیر، پدر سرمدیه، نامش ایمانوئل، یعنی خدا با ماست. وقتی تو به این خدا میچسبی، خداوند با توه. امروز دست نیاز تو به سوی این خدا بکن تا بتونی حقیقتاً در زندگی تو مثل انسان زندگی بکنی، آزاد زندگی بکنی. دیگه وقت تموم شد. امروز واقعاً خودتو از همه چی پاک بکن و با بیاد در کنار بشین، زانو بزن، با عیسی مسیح صحبت بکن، بگو ای عیسی مسیح، این شاپور چی میگه؟ من نمیفهمم که میگه تو خداوندی، تو منجی، تو پاک کننده گناهانی. امروز بیا به من نشون بده که واقعا من بذار حقیقت خداوندی رو تو رو بفهمم، تو رو بشناسم. امروز سرگردان نباشم تو این دنیا با بکن نکنهای خودم، با این افکارهای پوچ این دنیا سرگردان نباشم. امروز به این منجی عالم و بشریت، به خانه خودت، به قلب خودت دعوت بکن تا از گناهان پاک بشی، تا زندگی سالم داشته باشی، دور از هیاهو این دنیا، آرامش خدا بیاد در زندگی تو. امیدوارم که امسال سال پیروزی باشه به نام عیسی مسیح برای تمام ایرانیان، به سالی باشه که صلح در تمام دنیا باشه و ما منتظر آمدن خداوندیم. شما رو به دستای خداوند میسپرم تا هفته دیگه. بدرود، تا درودی دیگر. مرسی که ما گوش دادید.